باور کن تقصیر من نبود، من فقط دستورات تیم سارو اجرا کردم. الو. سلام پولادخان بیوفا، حالا ما یه دفعه از خونه بیرونت کردیم، باید بری پشت سرت هم نگاه نکنی. این بود پشت کار و معرفت. سلام محمد. از صدات معلومه که بیدارت نکردم. خوبی تو؟ ببین بذار یه چند دقیقه دیگه خودم بهت زنگ میزنم. نه لازم نکرده، بمون هتل، میخوام بیام دنبالت. برای چی؟ آشتی کنون. یعنی چی؟ وضع فارسیت خرابه ها، یه خبرایی برات دارم. امیدوارم خبرای بدی نباشه. نه ترس، از اونم بهتره. خداحافظ. خداحافظ. بیا قربونت برم. خب اینم از این، من دیگه باید برم یه سر کارخونه، از اون برم میرم دنبال پولا، زود برمیگردم. چیزی نمیخوای؟ مگه ناهار مهمون جناب عالی نیستیم؟ مگه نمیخوای در یک محفل خانوادگی از غذای خونگی لذت ببریم؟ خیلی روت زیاده، از زیر پیتزا خریدن در رفتی که به کل شیرینی ندی. نه شوخی کردم، سر رو یه چیزی میگیرم میام. نمیخواد، لازم نکرده، من خودم یه چیزی درست میکنم. مرسی که اینقدر ملاحظه برادرتو میکنی. به خاطر تو نیست، خودمون بیچاره است که تو هتله، حتما دوست داره غذای خونگی بخوره. نه به اون جیغ زدنه و بیرون کردنه، نه به این خانم شدنه و مهربونی کردنه. خنک، میری یا پاشم تو رو بیرون کنم؟ نه احتیاجی به خشونت نیست، من رفتم. خداحافظ. بابا چی کار میکنی مامانی؟ بیا خورب. مشرف فرمودین، کاش منم یه دختر مهربون عین شما داشتم. لای قربونتون برم، میخوای من بشم دختر شما؟ مامان خوشگلم، مصدی اوقات نمیشم. الو. سلام خانم دکتر، ببخشید مزاحم شدم. سلام رضا قیرچن، چطوری؟ ممنون، من راستش باید بابت اون روز ازتون عذرخواهی بکنم. اون کسی که باید معذرت خواهی کنه منم، ببخشید من اون روز خیلی به خاطر مامان عصبانی شدم. خب حالا پیدا شدم؟ آره خوشبختانه بلافاصله پیداش کرد. راستش خانم دکتر، من نگران مادرتون بودم، ولی فقط بابت این مسئله باهاتون تماس نگرفتم. اتفاقی افتاده؟ میدونم امروز شیفتتون نیست، ولی چی شده رزقی؟ یعنی چی نمیتونی بگی؟ مگه این وام نیست؟ مگه بازپرداخت نداره؟ مگه ما نباید زیر یه چیز کوفتی رو امضا کنیم؟ حالا شاره عصبانی میشی؟ گفتم که همه چی پای من. اینم شد جواب؟ اومدیم و تو الان از کارخونه رفتی بیرون، ماشین زیرت کرد. کی میخواد جواب تعهداتو بده؟ خانوادت؟ نمیفهمم محمد، جایی که من نگران این مسائل باشم تو نگرانی؟ به خدا من یکم عقل. آقای فرجام. اشراق هستم. سلام. سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ محمد جان من میرم پایین، کارم داشتی خبرم کن. چطوری آقای زند؟ به مرحمت شما. زیاد مزاحمت نمیشم، چای و قهوه‌ام نمیخواد سفارش بدی، اومدم به تبریک بگم. خبر زود میرسه، لابد علت داره. اومدم بهت بگم خیلی خوشحالم میبینم مشکلاتت یکم حل شد. یه توصیه رو از من برادر بزرگترت قبول کن، سعی کن با احتیاط قلم برداری. همیشه آدمای دلسوز پیدا نمیشن که از خانواده‌شون حمایت کنن. ممنون از توصیه‌ات داداش بزرگه. سفارش دیگه ای نداری؟ نه. فقط اگه بازم مشکلی داشتی خبرم کن. بله آقای فرجام. یوسف کجاست؟ گفتی آدم دلسوزیه، نگران کارخونه است، قبول کردم. مگه چی شده؟ چی شده؟ هیچی نشده، میفهمی چی کار کردی؟ تو چطه که داری کارخونه رو به باد میدی؟ چی داری میگی؟ مگه من چی کار کردم؟ خودتو به اون راه نزن. چرا ازش وام گرفتی؟ نمیدونی اون مردک یه مار زخمیه که هر کاری میکنه یه کلکی توش هست؟ مردک کیه؟ ایرج اشراق، آقا یوسف. به خدا اگه بفهمم چیزی رو امضا کردی. اشراق؟ تو فکر میکنی من از ایرج اشراق وام میگیرم؟ نه، پس از کی گرفتی؟ من اگه دونه دونه دستگاهی های کارخونه رو ببرم تو بازار کیلویی بفروشم از ایرج اشراق وام نمیگیرم. پس کیه؟ اون از کجا میدونست؟ من قول دادم محمد. بگو بگو. عاطفه، خواهرت، اون این چکو به من داد. به همم گفتش که به برادر عزیز زردونش نگم.
چون میترسیدش که شما ناراحت بشین و به تریج قباتون بر بخوره. چقدر تو گذشتی که من پای قولم وایستم، اون وقت تو راجع به من اینجوری فکر میکنی؟ اون از کجا؟ اونو دیگه برو از خودش بپرس. بیاین، همه چی آماده است. باشه، اومدیم. مامانتی بریم صبونه بخوریم. به چه خوشمزگی دسترنج پسر زحمت کش و با سلیقت. بشینی. یا باش. من صورتم شستم. نشستم. شستم. بفرمایین چایتون سرد نشه. این عکس کجا بود؟ دوستش دارین مامانتیه؟ مامانی تو میدونی اینا کیان؟ من چه میدونم؟ حالا یه ذره نگاه کنین، شاید یادتون بیاد. وا، مگه میشه یادم نیاد پسر جون؟ نکنه حواس پرتی گرفتی؟ به به، میبینم که مامانتی ما رو سر کار میذارن. پس میشناسین؟ معلومه که میشناسم. این بهرام خانه، پسر جناب تیمسار و مهربان خانم. این یکی هم سودابه، خانومشه. ولی یه چیزی بهتون بگم، جناب تیمسار و مهربان خانم اصلا راضی به این وصلت نبود. آخه چرا؟ به نظر که آدم مهربونی میاد. چی بگم والا، اونا دلشون میخواست عروسشون دختر سناتوری، اهل درباری، چیزی باشه، نه یه دختر به جونش، یه پسر خیلی شیطون و شیرینیه. ماشین دودی؟ ها، چیزی گفتی؟ نه هیچی. حالا مامانی بهم بگو این کیه؟ این خواهر دوقلو پولاده. اسمش چی بود؟ اسمش یادم نمیاد. خیلی خوب، مهم نیست. این بچه کوچولوه؟ اینم خواهرشه. اسم اونم یادم نمیاد. باشه قربونت برم، اصلا مهم نیست. خیلی وقت پیش میاد دادم هیچی یادش نمیاد، برای چی قصه میخوری؟ اشکالی نداره، قصه نداره که. مامانتیه، این آقا بهرام و سودابه خانم کجا زندگی میکردن؟ خب معلومه، تو خونه هاشون. عجب. ولی چرا اسمشو یادم نمیاد؟ اسم دخترو. امروز هوا خیلی خوب شده ها مامانی. نهار چی میخوریم براتون درست کنم؟ قلیه پیتی با نون سنگک. اینم داغه ولی خوشمزه است. بفرمایین. بفرم. خوبه. دستت درد نکنه. سلام، پولادخان بیوفا. حالا ما یه دفعه از خونه بیرونت کردیم، باید بری پشت سرت هم نگاه نکنی. این بود پشت کار و معرفت. از صداد معلومه که بیدارت نکردم. خوبی تو؟ نه لازم نکرده، بمون هتل، میخوام بیام دنبالت. خلاصه اینطوری اسرار خانوادگی شما برملا شد آقای پولادخان. یعنی من سه تا خواهر دارم؟ یعنی مادر من نمرده؟ این یکی رو راستش نمیدونیم، با انجام ماموریت بعدی شاید بفهمیم. ماموریت؟ یعنی اینکه مثلا
یه کاریو بخوای انجام بدی چجوری بگم؟ معنیشو میدونم، نمیفهمم. ناقلا فارسیت بهتر شده. ناقلا یعنی چی؟ هیچی، شوخی کردم. الان باید بریم خونه ما. تو باید خودتو دوباره جای پدرت جا بزنی، این دفعه از قصد. شاید مامانم تو حرفاش یه اطلاعاتی بهمون بده. خدایش کم آوردی از ذریب هوشی این خواهر برادرها. این ذریب هوشی یعنی چی؟ ذریب هوشی یه جور غذای سنتی ایرانیه، مال دوره ساسانیان. چیه؟ ولش کن، زودتر برسیم که غذای خونگی در انتظاره. میدونی که مهمترین وعده غذایی چیه؟ چی؟ ناهاره دیگه. الو عاطفه. الو عاطفه، غذا رو گرم کن که بزرگی کوچیکه رو خورد. من راستش خونه نیستم محمد. نیستی؟ پس کجایی؟ بیمارستانم. شما هم خیلی زود خودتون رو برسونین اینجا فوری. خداحافظ. طوری شده؟ حالش بدتر شده؟ نه خوشبختانه، یعنی الان حالش بهتره. نمیتونه حرف بزنه؟ چرا میخواست حرف بزنه؟ یعنی؟ صبح و شریش برگشته بود، به بچه ها گفته بود زنگ بزنن هتل. انگار میخواسته با تو حرف بزنه، ولی تو بهش جواب ندادی. تا اومدم بردارم قد شد، مادر بزرگ بوده. بعدش خواسته با من حرف بزنه. بچه ها تماس گرفتن، من خودم فوری رسوندم بالا سرش. شما اصلا نگران نباشین، بردم تا الان باید رسیده باشه پیشش. همین حالا زنگ میزنم بیان اینجا. نه، ممکنه دیر بشه. فقط بهش بگو برام خیلی عزیزه. بگو من مقصر نبودم. مقصر نبوده؟ پس کی مقصر بوده؟ یه عمر به من دروغ گفتن. یه عمر آزگار. بزرگترین حقیقت زندگیشو ازش پنهان کردیم. این تصمیم من نبود، خواست تیمسار بود. من کاراش رو تایید نمی کردم، ولی جاره‌ای نداشتم. خیلی خوب خانم ارجمند، تو رو خدا اینقدر به خودتون فشار نیارین، آروم باشین. تکرار این حرفا هیچی عوض نمی کنه. ولی وجدان من رو سبک می کنه. فقط بهش بگین پدرش توی تصادف نمرده. یعنی اینم دروغ بوده؟ یعنی پدر من زنده است؟ فکر نمی کنم. باید ببینمش. آخه اون الان نمی کنم. خواهش میکنم آقای پولاد. عاطفه یه لحظه میام. مامانتیه کجاست؟ خونه که تنهاش نذاشتی؟ نه خیر، نگران نباشین، با خودم آوردمش بیمارستان، مجبور شدم. الانم تو اتاقمه، یه پرستار پیشش. ببخشید، میدونم حرف بدی زدم. ماجرای سند رو بهش گفتی؟ چی میگی؟ میخوای نگی؟ نمیدونم، آخرش یه راهی پیدا میکنم، ولی قبلش باید درباره یه مسئله دیگه با هم حرف بزنی. درباره یه؟ خودت میدونی عاطفه. کارخونه. بهش بگو خانم مرزبان، پدرش وقتی از دست رفت تنها بود. مادرش باید زنده باشه.
اسمش اسمش سوزاب است. بله خیلی خوب، خیلی خوب خانم مرزبان، اجازه بدین من ماسکو براتون بذارم اگر نه حالتون بدتر میشه. خواهش میکنم. اونا حالی طالب بودن، اونجا زندگی میکردن. بگو پیداش کنه، از طرف من ازش. خیلی خوب، هیچی نیست، هیچی نیست، آروم باشه. حلالیت آروم باشه، هیچی نیست، باشه باشه. من همه رو بهش میگم، فقط خواهش میکنم اجازه بده این ماسکو بزن. رزاقی برو رزاقی رو صدا کن. دیگه نتونست حرف بزنه، یه حمله جدی و خطرناک رو رد کرد. متاسفانه خیلی ضعیف شده. آقای پولاد، ولی خب به اندازه کافی گفته. محمد، ما الان میدونیم اسم مادر چیه و کجا باید دنبالش بگردیم. خواهرات هم حتما همونجا پیششن، یا اگه نباشن حتما مادرت میدونه کجا. دیگه چی میخوای؟ فقط کافیه برنامه ریزی کنیم. برنامه ریزی؟ یعنی اینکه من فردا میرم کارخونه، کارامو راستوریس میکنم، شبونه میتونیم راه بیفتیم. مسافرت تو شب خطرناکه. متوجه نمیشم. چی رو؟ برای چی تو باید با من بیای؟ کنجکاوی. تو راه رو بلد نیستی؟ علاقه. قدم فارسی هم که نمیتونی بخونی. دوستی. شما احتیاج به کمک یه نفر داری. این دلایل کافی نیست؟ اما این مشکل منه، شما حرفش هم نزن. راست میگه، حرفشو نزن. تو خانواده ما یه سنت قدیمیه که هر کی از خارج میاد مادرشو پیدا کنه ما باید کمکش کنیم. نه واقعا نیازی به این کار نیست. اگه قول بدی ازم نپرسی چرا، یه چیزی رو بهت میگم. خب معلومه. من باید باز بیام. نه اینطوری نمیشه. ببین آقای مرزبان، سرنوشت خانواده شما یه جورایی به خانواده ما گره خورده. اگه معماهای شما حل شه به ما هم کمک شد. من و محمد هم برای خودمون معماهایی داریم. نمیدونم چی بگم. اینجور مواقع میگن خیلی ممنون، قربان شما، لطف کردیم. یکم برام سخت. کارت تموم نشد؟ میبینی که یه دقیقه کارت دارم. خب صبر کن ماما نتی، این محمد شما چند ماهه به دنیا اومده مگه؟ خودم هم یادم نیست ماما. بتازه فعلا که نوبت شما. به جای این حرفا پاش برو یه لیوان آب بیار قرصش بدم. بدو رو میزه، قرصم انداختم توش. وقت کردی عینکت هم عوض کن. خیلی هم از تو بهتر میبینم. ماشین دودی رو رسوندی هتل؟ بله. خب کی قرار شد بریم؟ فردا شب. گفتم شب خطرناکه.
اگه خیلی نگران برادرتی؟ کی گفته؟ من نگران اون بدبختم که بلای سرش نیاد. همین گفتم. تو چته؟ جریان این چک کارخونه چیه؟ چه خبره؟ ماما داره میخوابه ها؟ خب ببخشید حالا نمیخوای به من بگی؟ حالا دیگه برادرت غریبه شده و باید آخرین نفری باشه که میدونه؟ چی رو؟ خودتو به اون را نزن. یوسف همه چی رو بهم گفت. بله شنیدم یکی بزن شدی یقه اون بیچاره رو گرفتی. میبینم که گزارش ها سری میرسه. چیه شما مشکلی داری؟ نکنی میخوای دوباره تا آخرین لحظه همه چیز از من قایم کنی؟ من چیزی رو از تو قایم نکردم. پس لابد ورشکستگی کارخونه از نظر جنابالی چیزی نبوده. من نخواستم ناراحتت کنم. بالاخره که چی؟ میفهمیدم نمیفهمیدم؟ وقتی گفتی که کار از کار گذشته بود. وظیفه تو نبود برای کارخونه خودتو با آب آتیش بزنی. فکر میکردم تو اون کارخونه سهم دارم ندارم؟ ولی مسئولیت ادارش با تو نبود. تو نباید مشکلات کارخونه. من خواهرتم مهمه. حواست هست؟ اون پول از کجا آوردی؟ خب مشکلات کارخونه که حل شد میتونی به این برش گردونی. از کجا آوردی؟ بقیهش به شما ربطی نداره. عاطفه با من یکه به دو نکن. وای عجب گیری افتادیم خدایا. به نظرت من چه گناهی کردم که خدای برادر عاقل بهم نداده؟ آره راست میگی من دیوونم. ولی نمیخوام به خاطر من به اون مردک رو بزنی. ببخشید کی؟ ایرج جان من کی رو زدم؟ پس اون پول از کجا اومده؟ نکنه تهمونده قلکت بوده؟ شاید. با من بازی نکن عاطفه. نمیدونی با چه قیافه حق به جانبی اومده بود دفتر. یه جوری حرف میزد انگار کل کارخونه ارثیه عمه جونشه. بی خود پرتش میکردی بیرون. میتونستم؟ با این کاری که تو کردی؟ تو فکر میکنی من از ایرج اشراق پول خرج میگیرم؟ واقعا که محمد به اندازه یه اسب آبی هم عقل تو کلت نیست. پس اون پول از کجا اومده؟ از کجا عاطفه؟ من چک مهریم رو نقد کردم. مگه پسش نداده بودی؟ چرا ولی دوباره برام پس فرستاد. با اینکه با این بازی مجبورم کنه مرتب ببینمش. ولی من چکو پیش خودم نگه داشتم با اینکه می‌خواستم این بازی رو به هم بزنم. چرا این کارو کردی عاطفه؟ چرا؟ مهریم محمد حقمه. شرعی و قانونی چرا نباید این کار می‌کردم؟ اگه اون پولو می‌خواستی چرا تا الان نقدش نکرده بودی؟ خب اینکه لازمش نداشتم. ده منم همینو میگم دیگه عاطفه. تو به خاطر من مجبور شدی. تمومش کن محمد. خواهش میکنم. هیچ کس نمیتونه منو مجبور به کاری کنه که نمیخوام. چرا نمیفهمی؟ من حتی به خاطر بابا حاضر نشدم با ایرج آشتی کنم. تو مامان تنها کسایی هستین که من تو این دنیای به این بزرگی دارم. بس هر کاری که دلم بخواد برای آسایش شما دو نفر میکنم. دیگه هم نمیخوام راجع به این مسئله چیزی بشنوم. فهمیدی؟ استعفا؟ اونم الان؟ دیوونه شدی؟ شاید. داری سر به سرم میذاری دیگه؟ نه آقای فرجام خیلی هم جدیم. از کی تا حالا ما شدیم آقای فرجام؟ از وقتی که به من بیعتماد شدی. یوسف جان ما با هم دوستیم. حالا من یه دفعه دوستی خاله خرسه به درد من نمیخوره آقای فرجام. ترجیح میدم روابطم رو درست تعریف کنم. پس یعنی دیگه راه نداره؟ با عرض معذرت. پس میخوای بری دیگه؟ با اجازتون آقای فرجام. باشه پس بریم.
شما کجا آقای فرجان؟ کجاشو دیگه شما باید بگی. میخوام ببینم کجا میخوای استخدام شی، منم بیام همونجا کار کنم. چی شد؟ خاله خرسه؟ البته اون که شمایید. پشتمه. آخه گربه کوره، تو که میدونی من چقدر دوستت دارم، این کارا چیه با من میکنی؟ کار شما درست بود آقای محمد آقا. بابا گفتم که اشتباه کردم، انقدر خفتم نده. معذرت میخوام. راضی شدی؟ اگه بگم نه چی؟ چی کار میکنی؟ میرم جلوی همه کارگرها التماست میکنم. اصلا چرا حرفشو میزنم؟ بذار عمل کنم. محمد بی خیال. اه تموم شد؟ بخشیده شدم به همین سرعت؟ تا پشیمون نشدی؟ خب حالا که بخشیدمت میخوام یه کاری برام انجام بدی. بگو پس، کارم داشتی که منتمو کشیدی؟ نه خدا وکیلیش یه ذرش هم واسه خودت بود. چه صداقتی؟ کار چی هست حالا؟ میخوام یه چند روزی کارخونه رو بچرخونی. دو سه روز بیشتر نیست. اتفاقی افتاده؟ نه فقط باید یه سر برم شمال. خیره ایشالله. دعا کن خیر باشه. گوشی دستیم همرامه، کاری داشتی زنگ بزن. کی قراره بریم؟ فردا صبح اول وقت. طوری شده محمد؟ نه طوری نشده. میخوام به یه دوست کمک کنم، البته به ظاهر، در واقع دارم به خودم کمک میکنم. یه فکرهای بدی اومده تو سرم یوسف، دعا کن بهم ثابت شه که اشتباه کردم. چه فکرهایی؟ در مورد چی داری حرف میزنی؟ در مورد بابا یوسف، فرجام بزرگ. بهش بگو خانم مرزبان پدرش وقتی از دست رفت تنها بود. به مادرش، مادرش باید زنده باشه. اسمش، اسمش سوزاب هست. بس سوزابه. اونا حالی طالب بودن، اونجا زندگی میکردن. بگو پیداش کنه، از طرف من ازش. خانم مرزبان خیلی خوب، هیچی نیست، هیچی نیست، آروم باشه. حلالیت آروم باشه، هیچی نیست. باشه باشه، من همه رو بهش میگم.